هشتم اوت 1915 میلادی مطابق با 1294 هجری شمسی، چهار کشتی جنگی انگلیسی به بندر بوشه حمله کرده و آنجا را متصرف کرده. در همان ایام قوای انگلیس برای دفع خطرات احتمالی دامنه عملیات نظامی خود را به حومه بوشهر گسترش دادند و طی یک سلسله عملیات نظامی در نخلستان‌های روستای دلوار با رئیس علی دلواری که از افراد با نفوذ دلوار بود به مقابله پرداختند و تعدادی از طرفین در این درگیری کشته شد. رئیس علی دلواری از آن جایی که برای مقابله با دشمن از نیروی انسانی و مالی کافی برخوردار نبود، دست اتحاد به سوی دیگر رؤسا و رهبران منطقه دراز کرد و آنان را برای رویارویی با قوای انگلیس دعوت به قیام نمود. بعد وقتی انگلیسی ها شکست خورد، 7 تا جنرال رو اسیر گرفتن، 13 تاشون کشته شد، 7 تا جنرال رو آوردن تو دروازه. بعد از 2 روز رئیس علی گفت اینا اسیرن، گناه هست که بکشیمشو، حالا گنگ نوازه بشن، چنگ خوره این باریسیم. و رئیس علی 1 کیلو خورما با خوش برمیداری 7 تا جنرال رو میبرن ساحل دریا به وسیله ریگشون یا کایکشون میشینن که برن داخل کشتی. رئیس علی میاد دست یک جنرال رو میکشه بالا، کیلو خورو میذاره دستش، جنرال میبره چی است؟ رئیس علی میگه اینا به رئیس است تو کشتی است، بگو بشو با خرما نیشو برازه کنی، خرما چکنن چسبناکن، بزنی بلندی به دیوار میچسبه، ما هم چکنیم چسبناکیم به آدم میچسبیم، بیری پیدا نباشه دیگه. اینا میرن 1 سال تا 11 ماه طول میکشه، بعد از 1 سال دوباره پیداش میشه، میان دور بوشهر محاصره میکنن، خبر میارن دلوار که دور بوشهر محاصره شده. پس از مدتی کوتاه قوای انگلیس برای جبران شکست دلوار به منطقه لشکر کشیدند. در نبردی که بین قوای تنگستانی و نیروهای مهاجم در منطقه تنگک زنگنه روی داد، علی‌رغم برتری مطلق قوای انگلیس، آنان شکست سختی را متحمل شدند. مستر چیک میاد میگه که پول براش میفرستیم، رازش میکنیم. مستر چیک میاد 10-15 هزار لیر مظفرین دینشایی سندم دروازه، میگه رئیس علی افراد خائن 1000 ریال 2000 ریال 3000 ریال گرفتن، کوتاه بودن، شما 10,000-15,000 ریال بگیریم بزنین آروم باشن. رئیس علی شما اشتباه میکنین، اینا پولاشون به درد خودشون میخوره، من نبرای ریاست برای پول جنگ میکنم، من برای دین وطنم و ناموسم جنگ میکنم. شهادت رئیس علی دلواری انگیزه ادامه نهضت توسط دیگران گردید. علاوه بر مبارزان دشتستان و تنگستان، افراد ژاندارمری نیز در مبارزه با قوای انگلیس فعال شدند. با شورش قوای ژاندارم در شیراز، قوای بریتانیا نیروی ژاندارمری را در منطقه فارس و جنوب ایران منحل نمود و به جای آن پس از مدت‌ها مقدم چینی و بررسی به بهانه امنیت راه‌های جنوب، نیروی ویژه‌ای از سربازان انگلیسی و هندی را به نام تفنگداران جنوب ایران که با حروف اختصاری SPR شناخته می‌شد تأسیس نمود. SPR یا همان پلیس جنوب که مخفف واژگانی ساوت پرشیا ریفلس هستش، یعنی تفنگداران جنوب ایران. تفنگداران جنوب ایران تشکیلاتی است که توسط انگلیسی ها تأسیس شد. بر اساس قرارداد 1915 میلادی بین دولت‌های روسیه و انگلستان، روسا در شمال کشور یک تیپ قزاق مستقر کردند و انگلیسی ها هم در صدد برآمدند تا نیرویی مثل روس‌ها در جنوب ایران مستقر کنند. این نیرو جایگزین رسمی ژاندارمری می‌شد که سوی انگلیسی‌ها منحل شده بود.